ببینم سیزده به در گره زدی سبزه رو یا نزدیم؟ نه والا ما اصلا احتیاج به گره زدن نداریم. یعنی آرزو خودش میاد؟ بله آرزو خودش خود به خود میاد اتوماتیکه. شما چی؟ سبزه رو گره زدی؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه خوشحالیه گرهی وجود نداره. آره ما خوشحال باشه همیشه. چه آرزوی داری برای آینده؟ برای آدم ها؟ برای آینده. آها آینده هم خیلی آرزو هسته، خود به خود میاد دیگه. مثلا فیلم ساز بشم. تو چه آرزوی داری؟ آقای پاستر من در وهله اول آرزو دارم که زندگی شما شاد و موفق و سربلند پر از شادی و موفقیت باشه، چون تو سرما گرما پی گزارش های هستید برای مردمان برلین و دوست دارید که مردم برلین شاد و موفق باشن. بعد از اینقدر تبلیغ برای خودت چه آرزوی داری؟ من برای خودم و تمام ایرانی ها آرزو دارم که زندگیشون سر تا سر زندگیشون پر از سبزی، شادی و موفقیت باشه. امیدوارم که یعنی آسمون زندگیشون همیشه آبی باشه و هیچ موقع آسمون زندگیشون ابری و بارونی نباشه. و همچنین برای شما دوست عزیز. مرسی. امیدوارم که سیزده بدر خوبی باشه برای همه ایرانی ها و باعث خوشحالی ما که یه دوستی داریم که حداقل میاد مردم رو سالی یه بارم شده به این فرهنگی که ما داریم حداقل نشون میده که بابا ما یه فرهنگ خاصی داریم که بیایم تو این جمع همه همدیگه رو ببینن و همه برای همدیگه سال خوبی رو آرزو بکنن. منم از صمیم قلب برای تو آرزوی خوبی رو برای همه ایرانی ها. خوشبختانه ما سال با 12 ماه داریم از ایرانیا پخش میکنیم و خوشحال هستیم که امروز اینجا هستیم و شما رو میبینیم. ببینم سیزده به در سبزه سبزاتون کو؟ ما سبزه هامون رو از اتوبوس از ماشین که پیاده شدیم اونجا گره زدیم و انداختیم تو رهن توی مسیر آب که بره و گره زدیم که انشالله سال خوبی باشه برای همه ما ایرانیا و در تمام ایرانی ها در یک جا جمع بشن و همیشه شاد و خوش باشن. ببینم ماهیگیری رو از کجا یاد گرفتی؟ من از بابا خون یا بخاطر بیرون رفتیم بیرون یه دونه از این بامبوس آنگلا فقط یه دونه چوب بود با چیز با یه دونه قلاب و اینجور چیز بعد از این یه دو سه بار گفتم بابا منو ببره بر از این بود دیدم اولین ماهی که گرفتم شما باورتون نمیشه ولی اینقدر بزرگترین ماهی که تا حالا گرفتم اولین ماهی یا هر بعد از این اون گرفتم بابام گفت باست تو خیلی ماهی خوبی بعد از این برام این کنده رو خرید بعد از این هم موقع رفته بودم مدرسه این بود چیز ماهی گیری بعد از این بهتر یاد گرفتم. پس موفق باش. مرسی. من چی بگم آقا؟ سلام علیکم. حال شما خوب؟ اومدیم بیرون سیزده به در. سبزتون آوردیم با خودتون؟ بله سبزتون آوردیم. سبزه رو آوردیم گره بزنیم ایشالله اگه خدا بخواد بختمون سال دیگه باز بشه. خب این طبق معمول سنت ایرانیه، بعدش میاریم طبق معمول هر سال سیزده به در میاییم بیرون سبزمون گره میزنیم ایشالله سال دیگه بختمون باز میشه. هر چی بخوایم بختمون باز میشه. بعد الان بختتون بسته؟ والا بسته نیست، یعنی 100% 80% بازه، 20% آره. میخوایم یه خود بیشتر اگه باز بشه. ما اینجا مهمونیم. از کجا تشریف میارین؟ با عزتون بنده از لندن خدمت شما رسیدم. تو لندن هم این تراتیسیون دیگر میدارن مثل صد دسته این سنت ایرانی هر جای دنیا بری طبق قوانین برگزاره. بابا بله بله. سبزتون انداختین تو آب یا هنوز ننداختین؟ نه گره زدیم که اگه خدا بخواد کهوه رو بخوریم به امید خدا رفتنی، یا میندازیم تو آب یا میندازیم یه جای که به هر حال سال دیگه چیزمون رو بگیریم و علیاره دیگه. با
باید حتما بنازین تو آب، جای دیگه نمیتونیم بنازین، بخاطر اینکه باید آب ببره و برای سال آینده روزهای خوبی آرزو کنه برامون. بله طبق معمول 100%. حالا چی داریم برای غذا خوردن اینجا؟ والا برای غذا خوردن کوبیده هستش، جوجه هستش، قیلون هست، برای خوراکی یا برای نوشیدنی؟ برای خوراکی. خوراکی کوبیده هستش، جوجه هستش، چنجه هستش، برگ هستش. بعد آقای سی هم اینجاست و آقا مهران. بعد این دعاشون عباس آقا. عباس آقا رو میبینم داره. عباس آقا چی مزه؟ والا مزه لیمو میده و پرتقال. این برای سیزده بدره یا برای روزه دیگه هم همینطور؟ نه روزه دیگه هم همینجوری آقای پاسه. ولی سیزده بدر یه خاص خاص خودش داره. شما برای آیندهتون چه آرزویی دارین در این روز سیزده بدر؟ والا آرزوی ما برای همه ایرانی ها خوشی و سلامتی و تندرستیه. بقیهش دیگه یواش یواش درست میشه. تندرستی باشه همه چی یواش یواش پیش میاد. شما چی آرزویی داری برای ایران؟ آرزوی تندرستی، شاداب، همیشه خوشبخت باشید. با عرض سلام بینندگان تلویزیون آیار تیوی، انشالله که سال خیلی خوبی باشه. مهمتر از همه چی سلامتی. آرزو میکنم برای خودم، خانواده‌ام، پدرم، مادرم، پدرمون که دیگه نیستش ولی خب اون دنیا هم باشه، همیشه خوش باشه. خدا رحمتش شما بیامرزه. انشالله که یه روز باشه همین بساتمون تو کشور خودمون داشته باشیم با هموطنهای خودمون، همه با هم. چیزی ندارم جز که آرزوی سلامتی همه. انشالله خوشی باشه. شما آقا اشپس چه آرزوی دارید؟ من هم آرزوی سلامتی دارم برای تمام ایرانی ها، هر جی که باشن، ایران یا خارج، فرق نمی‌کنه. سلامتی از همه مهمتره. حسین خان شما دارین قلیون درست میکنین؟ قلیون سبک خودمون درست میکنیم با طعمش به همش به دل اینا نمیشین آقا پاسته، اینا خوششون نمیاد. میگن این قلیون ما سوسولیه. این قلیون چه فرقی میکنه با قلیون های دیگه؟ خانسال یه اصفهانه ولی همون کار خانسال میکنه، اون عطر داره این نداره. من نمیدونم داستان عطرسیه ولی در هر صورت واسه همه آرزو سلامتی میکنم. امیدوارم که سال خیلی خوبی باشه واسه همه. امیدوارم تیم ملیمون قهرمان بشه. بعد دیگه اینی که شما نگفتید من میگم، تیم ملیمون قهرمان بشه با علی دایی. آره فرقی نمیکنه هر کی باشه، هر کی باشه، فقط تیم ملی بره بالا برام فرقی نمیکنه. علی علی باشه یا داییش باشه، آبی بهتره، آبی بهتره، ملی باشه، استقلالی باشه، قرمزش زیاد باشه. خیلی متشکرم دعوتتون نشه سر قرمز و سفید. خدا سلامت. میخواستم این بچه‌م این جشنای ایرانی رو ببینه و یاد بگیره ببینه چیه. تو خودت میدونی باز این سبزی که میدازن تو آب چی هونچن میکنن؟ آره ایشون به من توضیح داد که مثل که دخترها اینو پرت میکنن تو رودخونه، بعد آرزوی میکنن. آرزو چی؟ شوهر؟ شوهر پیدا کنن و از این حرفا. اگه شوهر داشته باشن آرزو چی میکنن فکر میکنی؟ بچه، 10 تا بچه بیارم مثلا. بچه این شکلی مو هموطن